خوش آمدین به اولین برنامه بیف و بیف بازی از کانال خودتان افغان دکس. قبل از اینکه بپردازیم به جدیدترین بیف بین رپرهای نامدار افغانستان علی ای تی اچ و مصطفی میری و بعضی از رپرهای دیگه که امکان داره داخل بیف قرار بگیرن، باید گفته شود که تنها هدف ساخت این کانال برای حمایت و پیشرفت موزیک رپ دری می باشد. پس حتما این ویدیو را لایک کنید و نظرتان را با ما شریک سازید. روزی روزگاری آقای علی تیش تصمیم میگیره یه ویدیو با عنوان چرا از ریاکشن نفرت دارم توی یوتیوب منتشر کنه. نه تنفر که خیلی واژه سخیلی است ولی خوشم نمیاد در مورد ازی. ولی من از شما یک چیز میخوام که به هیچ کسی که در جایگاهش نیست امتیاز ناق نتین. حتی من، حتی زرتشت، حتی هر کسی. از قضا انتشار این ویدیو به مزاق راهول که این ویدیو رو دیده خوش نمیاد و این قضیه رو با مصطفی میری در میون میذاره و بعد با هم تصمیم میگیرن دست به دامن آقای چیلپی بشن. یه لحظه صبر کنید. شاید براتون سوال شده باشه که این تئوری که راهول و مصطفی با کمک چیلپی این حاشیه رو شروع کردن از کجا میاد. بهتره خودتون با دقت این ویدیوها رو تماشا کنید. مره تنها جمله که زوردادی بود خب که برگشته توی این ویدیویی که دیدم موقع که خب این مره زور آجی همین رو مثلا از گپایشون آدم تنگ میاره. خب بعد یک دو نفر اومده الان در جواب سوری من نمیشه نمیدانم اونا بچه های افغان هر دار نظر بده شما ایرانی ها چرا تاج سر رو کردید فلان که چرا من اصلا خیلی به هم ریختم. بعد اول نمیخواستم چیز بگم دیگر دیدم دیگر نرفت کن نگفتم. همونطور که دیدین راهول ویدیوی علی رو دیده بعد با مصطفی در میون گذاشته، ولی ما از کجا میدونیم که با چیلپی همکاری داشتن؟ ویدیوی بعدی رو ببینید. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ویدیوهای خیلی متفاوت چیلپی. من خیلی چیزا رو میدونم و دوست ندارم که بیانش کنم. موسیقی رو مثلا بودجه‌ای خراب میکنه که قرار بود برای موزیک افغانستان خرج شه ولی الان معلوم نیست کجاست. میگم خیلی چیزا رو میدونم ولی دوست ندارم بیان کنم جلو بچه‌ها. یه جا اومدی در رابطه با یه بودجه‌ای که اون وسط توی رپدری گم شده بود صحبت کردی، همینجا ویدیو تو استوب کردن، یه جوری خندیدن که انگار تو یک محتوایی که انگار همین جوری اومدی یه چیزی گفتی که فقط بگی آره توپ تو زمین منه. باید بگم تو برعکس هیچی نمیدانی. خیلی قشنگ شد. جالب شد. من خب میدانم این حرف از کجا آمده و دوست ندارم من جلوی دوربینم در مورد ازی صحبت کنم. خب همونطور که دیدی چیلپی توی ویدیوش میگه که از داستانهای پشت پرده خبر داره، مثل داستان بودجه موزیک افغانستان. ولی این صحبت‌ها نشون میده یه شخص سومی مثلا مصطفی میری از قبل اومده به چیلپی گفته من از علی آتو دارم و داخل ویدیو تهدیدش کنه به داستان اون بودجه موزیک افغانستان. همه این برنامه‌ریزی‌ها انجام شده تا این حاشیه سازی صورت بگیره و مثلا یه جوری علی اتیش رو تهدید کنند. ببین چی میگم؟ دوست داری بازش کنی یه خورده صحبت بکنی راجبش که بفهمن این بحثی که داره میشه بحث الکی نیست، که بفهمن اینو فکت یا نیست. فکت که هست داجی، من از یه جای یعنی از یه شخص خیلی معتبر شنیدم توی مارکت و دقیق نمیدونم داستانشو و اون چیزایی هم که میدونم اون خورده چیزا رو نمیتونم واقعا با دیتیل بیام اینجا بگم تو پابلیک شیر کنم. چون اگر یک زمانی لازم شد و بحث بیخ پیدا کرد میتونی ثابت بکنی که این قضیه بوده؟ آره جی میتونم. خوش آمدید به دهمین قسمت پادکست چیگپا. در این اپیزود مؤسس کمپانی یا رسانه افغان بیتس با خود ما داریم، آقای وحید زمانی. نه ببین، از همه اون پولی که افغان بیتس درست شد به شماها بچه‌ای که با ما کار می‌کردن، موزیک ویدیوهای هر کاری کردیم، همه رو من از جیب خودم دادم و من از طریق افغان بیتس فاندی نگرفتم.
خب به خاطر اینکه به سرانجام نرسید، یعنی ما باید به یه چی میگم به یک لولی میرسیدیم که بریم برای اون فاند تقاضای پول بکنیم، ما نرسیدیم، یعنی میتونستیم برسیم، اما راستش رو بگم من وسطای کار که نه، یعنی دیگه ناامید شدم از موسیقی رپ افغانستان، یعنی من یه ایده دیگه تو ذهنم بود نسبت به بچه های دور و بر شما، و بعدش که اومدم توش فهمیدم که او اصلا شما یه جای دیگه هستین، یعنی یه جور دیگه فکر میکنی، من یه جور دیگه فکر میکردم، برای همین من بیخیال شدم. میتونی ثابت بکنی که این قضیه بوده؟ آره جی میتونم. نکته دیگه این هستش که چشم ها هم همینطور، وقتی یه شخصی داره دروغ میگه معمولا از طرف مقابل چشم هاش رو مثلا ارتباط چشمیش ضعیف‌تر میشه، چشماش رو به این سمت و اون سمت میبره، یا ممکنه حتی ممکنه نه برعکس باشه، خیره به شخص نگاه کنه، مثلا میگه آقا من این کارو نکردم، مثلا در مثال خودکار، یا من خودکارو بر نداشتم، من اون رو این کار انجام ندادم. بعدش هم که خودتون از داستان خبر دارید، آقای چیلپی یه ویدیو علیه علی ایتیش آپلود میکنه. بعد از دقایقی مصطفی میری هم با کامنت مثبت ازش حمایت میکنه، در حالی که کل داستان پیشنهاد خودش بوده. خب حاشیه همینجا تموم نمیشن. تمام اعضای لیبل سرک به جز این نایت شروع میکنن به استوری گذاشتن و لایو رفتن ضد علی ایتیش. از اون طرف هم تعدادی به طرفداری از علی ایتیش اعلام وجود میکنند. در این بین یه بیف بین علی ایتیش و مصطفی میری به صورت غیر مستقیم شکل میگیره که از طریق لایو و استوری به هم تیکه میندازن و هر کدوم از موضع خودشون دفاع میکنند. ای بیف بین ما و مصطفی آقای دستمال است. یه آدم میخواد بره دو هفته دیگه جواب مره بده، میخواد بره ترک رکورد بگیره. چرا اینقدر بهش تایم کم میدی دو هفته؟ نه خودش تا باره یکی رو پیدا کنه تکس بزنه، بعد نه آقای دروازه‌بانو بگه که ببرم بیت بزن. نه نفر برگشتم میگه که آجی حواست باشه دو هفته دیگه میخواد دیست کنم. من شب دیسترک دریافت کنم، فرداش هم تازه دیر میگم. اگر مثلا کدام اتفاق دیگه ای در زندگیم نیفتاده باشه، اولویت های مهمتری نداشته باشم، تا فرداش جوابش میدم. علی ATH مصطفی امیری رو به یه رپ بتل چالش میده و مدت زمان دو هفته هم بهش فرصت میده تا اگه ادعایی داره بره پشت میکروفون و با این موضوع به صورت حرفه‌ای برخورد کنه. ما به شخص خودم اگر ریاکشن ریاکتورای ایرانی ده کارم ریاکشن نران دیگه، ما کلا در یوتیوب فعالیت نه، اصلا فعالیت رپی نمونم، همین صدای خود میچرخونم، فعالیت موزیکی نمونم. علی ATH ADSH یک عمر خدا بیامرزه ورا همین ویدیوهای یوتیوب خود یکم زنده یا علی ATH هم میخوام. خب اینا راه دیگه ای ندیدم غیر از اینکه مثلا یک حرکت بزنم. ما دیشب ویدیوی کی رو دیدم؟ ویدیوی امیر چیلپی رو دیدم. با خدا که دونه دونه گپاش حق بود. اگه آدم بشیم حق بود. بابا همین آقای امیر چیلپی وقتی در آخر ویدیو گفت یک سر چیزایی رو نموشه، گفت نمیدانم یک بودجه بود برای کل موسیقی و اینا، همین که گفت تو باید کلا ویدیو رو از چنل پاک میکرد، اومد یک معذرت خواهی هم در امیر چیلپی میکرد. میتونی ثابت بکنی که این قضیه بوده؟ آره جی میتونم. همه رو من از جیب خودم دادم و من از طریق افغان بیت فاندی نگرفتم. ناامید شدم از موسیقی رپ افغانستان، یعنی من یه جور دیگه فکر میکردم، برای همین من بیخیال شدم. باید کی گفته باید بدیم داداش؟ 2000 یورو حقیقت مود شده 3000 یورو، هر کس داد ما خودش میخونم. وقتی چه میدونم کپی پیست میخوای بکنی اون داستانا، حداقل حرفه‌ای بودنش هم کپی پیست کن، فقط رخ عقاب گرفتنش رو کپی پیست نکنید. ببینید چه میگم، یه ذره برین تحقیق کنین، یاد بگیرین لیبل چیه، اسپانسرینگ چیه. از این سمت مصطفی میری سیاست خاص خودش رو در پیش گرفته، با دست پس بزن با پا پیش بکش، ادعا میکنه که اصلا براش مهم نیست و اصلا علی ATH در این حدی نیست که بهش دیس بده. همه این حرفا در صورتی که نامورده هر روز لایو میره و تماشاگران لایو اون این روزها چهار برابر شده.
الان فکر ملت چقدر هاش دنبال هاشیه هنگ الان ما اگر مثلا یک لایو عادی می داشتیم 20 نفر بشار نبودن الان نگاه که 100 نفر جمع شدن دیره تشکیل میده خب 40 درصد چه حد اقل علی ای تی اچ یا پرودیسری شو کردن چه یا آهنگسازی شو کرده یا میکس مستر شو زده خب بس علی ای تی اچ شاید 30% ترک ها شاه ترک ها هم مصطفی میر خونده باشن خب پس مصطفی میر اگه در علیتی یک چیز رو میگه در حد هم دیگه هستیم ولی شما درباره اون رپیدری که بحث میکنین 40% علیتیش خودش بنا کده پس اگر دلش بخواه هر زیری در برای رپیدری میتونه زده ولی تو بهتر خر خود گله ایلا نکنید سال اولای جان تشکر تئوری رو فهمیدی منظور چی شد؟ در این برنامه در این حرکت ها در این داستان ها سیال هم کم دست نداشت سیال هم کم دخیل نبوده من فهمید همین تکایی که میگن دلم بسیار درد داره امیرم ما میتونیم شاید سپتا کنم بسیار دلم درد داره مگه نکه نمیمدم